در جریان نمایش انتخابات رژیم در آستانه اون یک تناقض هم دیده میشه. از یک طرف خود خامنه ای و برخی سیاست سردمدارانش مدعی هستند که همه پای صندوق های رأی خواهند اومد، از طرف دیگه در رسانه های حکومتی میبینیم که پر است از اذعان و اعتراف به قول خودشون فضای سرد و اینکه خلاصه کسی پای صندوق رأی نخواهد اومد. علت این موضوع چی هست؟ بررسی میکنیم اون رو همراه با آقای محمد درویش. آقای درویش سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ما و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین. این تناقض گویی ها که من به گوشه ایش اشاره کردم در آستانه نمایش این انتخابات که انقدر خامنه ای اون رو مهم میدونه، من در مقدمه بخشی از صحبتاش رو خوندم که گفتش که در صحنه های مهم و تعیین کننده کشور ما اگر بتوانیم به دنیا نشان دهیم که ملت حضور دارد نظام را نجات داد، یعنی میگه که پس چیزی برای نجات نظام هست. ولی به هر حال این تناقض گویی ها ناشی از چی از نظر شما در آستانه این نمایش؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. فکر می‌کنم آخرین کلامی که از خامنه‌ای جنایتکار نقل کردید به خوبی اساره و شیره و اساساً اهمیت این نمایش انتخاباتی رو برای اون و رژیمش نشون میده، چون با قیام 1401 تتمه پوشالی که به اصطلاح اعتبار مردمی و مشروعیت سیاسی و غیره و این حرفا در سطح داخلی که مشخص بود، اما در سطح بین‌المللی هم اون رو از بین برد و به باد داد و سقوط و سرنگونی محتوم این رژیم رو به همگان نشان داد، صرف نظر از مسائلی که در جریان گذشت. و اما آنچه که این انتخابات رو با انتخابات دیگه این رژیم در طول 40 چند ساله عمرش متمایز میکنه، وضعیت کنونی این رژیم هستش، به خصوص بعد از قیام 1401 که عرض کردم مسئله سرنگونی رژیم در چشمنداز هست و این رو همه طرف های منطقه‌ای و خارجی رژیم هم میدونن. در تانجه که به خود رژیم برمیگرده، به رژیم آخوندی برمیگرده، خب اساسا انتخاب و انتخابات معنایی نداره مثل تمام به اصطلاح دیکتاتوری ها، ولی این یک دیکتاتوری یا به اصطلاح سلطنت مطلقه فقیه هستش که در اساس همه چیز رو یک نفر تعیین میکنه، اونم به اصطلاح خامنه ای هستش، قبل از اون هم خمینی دجال بودش. و انتخابات از همون ابتدا هم حتی از زمان انقلاب هم معنایی نداشت مگر اینکه برای اعمال هژمونی ارتجاع حاکم، کما اینکه دیدیم در اولین انتخابات که به هر حال در شروع فتور اون موقع قیام نیروهای مختلفی هم تونسته بودن، لیبرال ها و غیره هم تونسته بودن به مجلس راه پیدا بکنن، خمینی علارغم این که میگفتش که نمیدونم میزان رأی ملت است و غیره از این حرفای دروغهایی که مطرح میکرد، دیدیم که چگونه اونها رو هم از صحنه خارج کرد. من خودم به شخصه در همون اول انتخاباتی که انجام گرفت یک ناظر انتخاباتی بودم و همینطور میدیدم که حتی ما در بعضی از نقاطی که میرفتیم، این صحبت حساب کنید اوائل انقلاب هستش، ما به خاطر به اصطلاح این کمیته چی ها با جسه و شلاق و چماق میرفتن و حتی اجازه پیاده شدن و نظارت بر هیچ چیز رو به اون گروهی که من جزوش بودم نمیدادن. ما از طرف وزارت کشور در زمان دولت بازرگان بودش به اصطلاح این ماموریت داشتیم. پس بنابراین اساسا انتخابات معنایی نداره و آنچه که در این مدت هم گذشته مدتی برای نمایشاتی بوده، برای تصویر حساب‌های درونی، برای صف‌بندی‌های درونی خودشون، مقداری برای به اصطلاح سر کار گذاشتن مردم به عنوان اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب و غیر سخت‌سر و نرم‌سر و نرم‌تن و غیره این حرفا که مصارف هم داخلی و هم خارجی داشته. اما در سال 88 همین مردم وقتی که دنبال رأی خودشون بودیم، دیدیم که چه جوری سرکوب کردن و به اصطلاح چه فجایعی را آفریدن و بعد از اون. و خب این اساسا چیزی نیستش، شما در صحبت خواهر مجاهد خسرو صادق بود در ابتدا مطرح فرمودید، کسانی که به این رژیم وارد نمایندگی این رژیم میشن در نمیتونم بگن نماینده مردم، کسانی که به عنوان نماینده به اصطلاح در این به اصطلاح این ارگان در این زائده ولی فقیه که برای صرفاً برای به اصطلاح قانونی کردن دزدی و غارت و چپاول و
به اصطلاح سرکوب هستش وارد میشن، اینها باید جزو سرسپرده ترین و جیانی ترین افراد و فاسد ترینشون باشن. یادتون هست در همین شخصی بود، من اسمش رو دیدم به اسم نوروزی، که این وقتی در جریان قیام آبان دادگاه برگزار شد توسط عفو بین الملل مطرح کرد، گفتش که بله ما کشتیم، حالا کی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ یا یه فرد دیگری بودش که این هم گفتش که یک نایب رئیس کمیسیون بهداشت رژیم بود در سال یکی دو سال قبل به اسم پاکمهر، این اومده بود گفته میگفتش که من فقط میخوام ببینین عمق جنایت پیشگی و رزالت اینها چجوری هستش. گفته بود که بله الان خب افراد خیر زیاد شدن و کلیه‌هاشون رو اهدا میکنن و ما باید یه طرحی رو به مجلس بیاریم که این کلیه‌ها رو به روسیه و چین صادر بکنیم و ارز مناسبی نصیب ملت خواهد میشه و مردم هم میتونن خب اینو بفروشن. خب خوبم هستش. ببینید اساسا چه وقاحت و رزالت رو میخواد که کسی همچین صحبتهایی رو بکنه. اما در رابطه با این که چرا خامنه ای یک سازی رو میزنه، رسانه هاش یک ساز دیگه میزنن، افراد باند قالب و ریزشی ها چیز دیگه میگن، این رو باید واقعا در وضعیت زار و نزار رژیم جستجو کرد و فلواقع مسئله مثل اون مرده هستش که مرده شور هم داره به حالش گریه میکنه. رژیم میدونه که هیچ مشروعیتی نداره، تمام از زیدآبادی و بخارایی و نمیدونم بسیار بسیار از تئوریسین های رژیم که از جز به ریزشی هاشون هم اصلا همه آمدن و میگن که ما در حال سقوط هستیم، رژیم به صخره خواهد خورد، ما وضعیت بدی خواهیم داشت، یعنی همه صحبت از سرنگونی میکنن. خود رو خامنه ای هم این رو به خوبی در چشم انداز خودش میبینه و حتی این دولت جوان به اصطلاح حزب اللهی هم نتونست کاری بکنه. الان هم که به اصطلاح این انتخابات رو راه انداخته برای یک دست کردن حتی درون باندهای خودش هستش که بتونه اونها رو دهنه بزنه. ولی خب نگاه کنید، اولین کسی که نگاه میکنه که در صدر این به اصطلاح قوه مقننه هستش یک مزدور پاسدار لومپن و جنایت کاری هستش به نام قالیباف که به اعتراف خودش در جریان سرکوب دانشجویان در سال که اتفاق افتاد به اتفاق سلیمانی جنایتکار شرکت داشتن و اون فجایع را آفریدن. باز به اعتراف خودش میگه که من از سال 58 علیه مسعود رجوی چوب میزدم، یعنی از جزو چماقداران اون دوره هستش و بقیه و اون بقیهشون هم که خب بالاخره جای خودشون دارن. و همونطور که عرض کردم این انتخابات الان رژیم اون رو خامنه ای شروع کرده، حتی صحبت از اینکه جمهوری هستش و مردم رأی بدن و به اصطلاح نقه نکنید و قیلوی حرفا، الان یادش افتاد که این جمهوری هستش. ولی این چه جمهوری هستش که یک نفر 40 خورده ای سالش که همه چی رو برای خودش تصمیم میگیره؟ برای همین هم هست که میدونه که مردم به طور کل این انتخابات رو تحریم کردن. البته کسانی که میخواد در این استبل مجلس بچینه قبلا هم دستین شده هستن، از اکثریت از سرداران به اصطلاح سرداران سپاه هستن و این مردم اساسا رأی داده بشه یا نداده بشه اساسا در این لیست تغییر نخواهد داد. ولی این نمایش رو برای نمایش قدرت، برای جلوگیری از ریزش نیروهای بیشتر نیروهای خودش همینطور در منطقه و در سطح بین المللی اینو نیاز داره. ما همینطور میبینیم که الان نمیدونم آمدن زنگ مجلس گذاشتن در مدارس و نمیدونم این تازه به رغم تمام تخلفات و تقلباتی است که همواره کردن میکنن و خواهند کرد، ولی باز هم میبینیم که وضع انقدر خراب هستش که خامنه ای مجبور بیاد و این به اصطلاح این اراجیف رو مطرح بکنه. پس تناقض از اینجا در میاد که رژیم دنبال همه هم دارن میگن، نفرات رژیم خلاص رژیم دارن میگن که این نمایش انتخابات هست، نمیدونم نمایش به اصطلاح نمایش قدرت، نمایش امنیت و میخوایم به منطقه نشون بدن و نیروهای خودش نشون بده و بیشتر از این هستش که هم از به لحاظ نیروهای خودش از ریزش بیشتر نیروهاش جلوگیری بکنه. دیدیم که اخیراً از زنهایی که شوهرانشون سپاهی و بسیجی هستن گفت به شوهرانتون بگی به اونها رأی بدن. ببینید که تا کجا فاجعه هستش و مسئله چقدر بحرانی هستش و همینطور در سطح منطقه بتونه به اصطلاح دوباره آب رفتر رو به جوی برگردونه که همچین چیزی نخواهد شد. و همونطور هم که
بردار مجاهد مسعود رجبی گفتن، آتش این انتخابات در حقیقت به اصطلاح جان و مال و ناموس و دارایی های مردم ایران هستش و برای مردم ایران هیچ چیزی از اون در نخواهد آمد. و یکی از نمایندگان همین امروز صبح توجه کردم، یکی از نمایندگان مجلس ایتالیا گفته بود، آقای پاتسلو گفته بود که در چند روز آینده انتخاباتی به اصطلاح در ایران میشه. آیا میشه به این آراء کسانی دست یافت که هر روز کشته میشن، شلاق میخورن و زندانی میشن توسط اون پلیس گشت ارشاد و غیره؟ یعنی این چیزیست که حتی به اصطلاح نیروهای بین المللی و خارجی هم میدونن که یک شو انتخاب، یک شو هستش فقط برای اعاده حیثیت و به اصطلاح ایجاد قدرت. این تناقضیست که تناقض مرگباریست که خامنه ای با آن روبرو هستش. خیلی ممنون، تشکر میکنم آقای درویش بابت حضورتون در این گفتگو و توضیحاتی که دادین. حول نمایش انتخابات رژیم آخوندی گفتین که به هر حال این تناقض گویی ها هم که ما در مقدمه بهش پرداختیم و از شما سوال کردیم، بیشتر به خاطر موقعیت شکننده ای که و بحرانی که خود خامنه ای در اون قرار گرفته و نیاز مبرمش به این که بتونه به ریزشی های نظام حداقل یه چیزی نشون بده با این نمایش انتخابات. ولی خب به هر حال بحران از هر سو همچنان که میبینیم در این روزها بیرون میزنه. خیلی ممنونم که حضور پیدا کردین و از شما خدافظی میکنم. تشکر میکنم با آرزوی پیروزی. خیلی ممنون از شما.